درود میگم به همه بینندگان فارسی زبان در سراسر گیتی که بیننده برنامه هفتگی جنبش رنسانس ایرانی هستند. و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس اهورا. آرتمیس جان خوش آمد. درود بر شما بانو افسانه گرامی و درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه های رنسانس ایرانی. سپاس از شما. بانو آرتمیس، جستار امشب در مورد آینده رشد جمعیت جهان هست و چگونگی مدیریت رشد جمعیت جهان. در خدمتتون هست. سپاس از شما. خب بانو افسانه، جمعیت جهان ما میدونیم که در سال 1950 جمعیت جهان در واقع 5 سال بعد از تأسیس سازمان ملل متحد، جمعیت جهان چیزی حدود 2.6 میلیارد نفر بود. یعنی چیزی کمتر از 60 سال پیش جمعیت جهان یک چیزی حدود 1/3 الان بوده. در سال 1987 5 میلیارد، در سال 99 2000 به 6 میلیارد رسید. در اکتبر 2011 جمعیت جهان 7 میلیارد پیش بینی شد، یعنی برآورد شد و به نظر میرسه که در 30 سال آینده 2 میلیارد دیگه به این جمعیت افزوده میشه. یعنی جمعیت به طور کاملا افسار گسیخته ای داره در جهان اضافه میشه و به نظر میرسه که شاید تا 2050 جمعیت چیزی حدود 9.7 میلیارد نفر باشه. یعنی ما شاید تا کمتر از 80 سال آینده تا سال 2100 11 میلیارد جمعیت در زمین، روی کره زمین داشته باشیم. در واقع این رشد جمعیت وحشتناکی که ما داریم میبینیم احتمالاً به طور عمدش اون عده‌ای تشکیل خواهند داد این جمعیت رو در چیزی کمتر از 80 سال آینده که هم در سن باروری هستند و جمعیت جوان در واقع خیلی زیاده. خب این تغییرات وحشتناکی که داره در جمعیت جهان انجام میشه، یه مقداریش تغییرات عمده است که خب بالاخره در نرخ باروری بوده، یه مقداریش به خاطر افزایش شهرنشینی و امکانات شهریه، یه مقدارش به خاطر مهاجرت های کشورهای به اصطلاح بدبختر یا حالا کشورهای جهان سومین تر به کشورهای جهان اول یا دیولپ یافته یا پیشرفته تر صورت میگیره و اینکه خب میزان مرگ و میر اومده پایین، هم در بچه های زیر 5 سال و هم در طول عمری که برای انسان ها در کره زمین پیش بینی میشه که افزایش داره پیدا میکنه. همونجوری که ما میدونیم هند پیشروی افزایش جمعیت در جهان، متاسفانه با تمام بدبختی که این کشور داره و با تمام بیش از 1.5 میلیارد آدم گرسنه و پابرهنه و بیچاره‌ای که در هندوستان هستن، که بسیاری از اینا هستن در کپرها به دنیا میان، در کپرها زندگی میکنن، در کپرها میمیرن، متاسفانه پیشروی افزایش جمعیت در جهان. و ما میدونیم چین و هند بیشترین جمعیت های جهان رو دارن، هر کدوم 1.5 میلیارد نفر جمعیت دارن. یعنی از هر تقریبا میشه گفت 7 نفری که رو کره زمینن، یکیش هندیه، یکیش چینیست، متاسفانه یکی و نصفی حتی از این دو کشور هستن، از افرادی که در جهان هستن. و میدونیم 17% جمعیت جهان در آفریقا زندگی میکنه و 10% جمعیت جهان در اروپا، 8% در آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی. و خب ما میدونیم که به هر حال آنچه که ما در جهان داریم میبینیم، بیشترین میزان جمعیت جهان یعنی 18% و 19% جمعیت جهان در چین و هندوستان هستند. بنابراین الگوی رشد جمعیت در جهان یکسان نیست. ما میدونیم که میتونیم بگیم که در واقع جمعیت جهان داره در برخی از نقاط جهان مثل اروپا کاهش پیدا میکنه به مرور و در بعضی از جاهای جهان، در بعضی از مناطق، بخشهای از جهان جمعیت به صورت سرطانی و انفجاری افزایش پیدا میکنه که مهمترینش هندوستانه
و هیچ نوع آینده هم برای متوقف کردن رشد جمعیت در هندوستان یا حداقل کاهش این رشد سریع دیده نمیشه، برای اینکه نه دولت مسئولی وجود داره و نه کشور سیستم بهداشت و درمان درست حسابی یا شیوه های رایگان پیشگیری از باروری در این کشور اعمال میشه. و هر کدوم از این افراد خانواده هم میبینیم که در هندوستان چیزی حدود 5 تا 7 نفر جمعیت داره هر خانواده، و متاسفانه جمعیتی که داره از طریق هندوستان به جهان اضافه میشه نه جمعیت به اصطلاح تحصیل کرده و باسواده و نه جمعیت کارایی داریست، جمعیت بسیار بیمار و جمعیت بسیار محروم، گرسنه، پابرهنه و جمعیتی است که میتونیم بگیم تقریبا سودی هم شاید اصلا نداشته باشه. شما اگر در یک کشوری جمعیت افزایش پیدا کنه که افراد تحصیل کرده یا مرفه یا افرادی هستن، حالا شاید بشه گفت با ضریب های هوشی بالا یا هر چیز، ممکنه بگیم برای آینده جهان شاید اونقدر خطرناک نباشن، اما هنگامی که از کشورهایی داره جمعیت افزایش پیدا میکنه که کشورهای بسیار بسیار بدبخت و پابرهنه و بیماری هستند، منظر بالاخره فیزیکی و بیماری های فیزیکی و محرومیت های مکرر، ایجاد بیماری های روحی گسترده خوب خواهد کرد در دراز مدت و هست، میبینیم که کرده. به هر حال جمعیت هندوستان و آفریقا در حال انفجار، یعنی افزایش انفجاری هستند و سریع ترین بخش های جهان هستند در حال رشد، و نیمی از این رشد جمعیت جهان از اکنون تا سال 2050 در آفریقا داره رخ میده که همون گونه که میبینیم متاسفانه به خاطر محرومیت گسترده‌ای که داره نمیتونه بعدن این جمعیت افزایش یافته خودشو حتی خوراک بده و نمیتونن اینها رو اداره بکنن، و این موجب میشه که به اصطلاح مهاجرت های گسترده بسیار غیر قابل تصوری از قاره آفریقا به کشورهای مرفه جهان شروع کنه به انجام شدن. از سوی هم گفتم که جمعیت اروپا داره کاهش پیدا میکنه. 55 تا کشور در اروپا هستن که 26 کشورشون حداقل 10% کاهش جمعیت خواهد داشت و چندین کشور بیشتر از حتی 15% جمعیتشون کاهش پیدا میکنه، از جمله بوسنی هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، مولداوی، رومانی، صربستان و اوکراین، که اینها بیش از 15% زیر حد رشد جمعیت، یعنی کاهش بیشتر از 15% جمعیتشون رو خواهند داشت. ژاپن در آسیای دور خودش یکی از مهمترین کشورهای در حال کاهش جمعیت و پس از اون کره جنوبی هست. حالا ما میایم ببینیم عواملی که مؤثر بر رشد جمعیت به طور کلی چیه. این مهمه که ما بدونیم چه عواملی داره رشد جمعیت رو در واقع رقم میزنه در جهان. نرخ باروری، رشد جمعیت ما میدونیم در آینده به شدت در واقع به مسیری که باروری در واقع طی خواهد شد در اون کشورها بستگی داره. بر اساس چشمانداز جمعیت جهان پیش بینی میشه که از باروری در کل جهان از 2.5 فرزند به ازای هر زن در سال 2019 به 2.2 فرزند در سال 2050 برسه. بنابراین آینده نرخ باروری به طور کلی، به طور میانگین که میخوایم بگیم در جهان، حالا گفتم شما باید هندوستان و قاره آفریقا رو مستثنا کنید از این، ولی در بقیه جهان به نظر میرسه که نرخ باروری شروع کنه به کاهش یافتن. با به تدریج که کشورها توسعه یافته تر میشن و زایمان ها در سنین بالاتر روی خواهد داد، تعداد بچه ها در جهان، زایمان به اصطلاح زنان در جهان کاهش پیدا میکنه، در نتیجه رشد باروری و نرخ باروری پایین میاد.
افزایش طول عمر یکی دیگه از عوامل مؤثر بر رشد جمعیت. در سالهای گذشته دستاوردهای بسیار با ارزشی در زمینه افزایش طول زندگی، افزایش زندگی در واقع ایجاد شده، یعنی امید به زندگی در جهان رفته بالا. به نظر میرسه که از امید زندگی به طور میانگین باز در جهان از 72.5 در سال 2019 به 77.1 در سال 2050 برسه و هنوز میدونیم که در بخش‌های گوناگون جهان شکاف‌های زیادی وجود داره. در کشورهای توسعه یافته خب ما میدونیم که 7.4 سال به اصطلاح امید به زندگی جلوتر هست از کسانی که در کشورهای توسعه نیافته زندگی می‌کنند. از سوی دیگه مرگ و میر کودکان و خشونت، درگیری و مدام اپیدمی ها و بیماری های گوناگون در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه این به امید به زندگی رو براشون کوتاه‌تر میکنه. عامل دیگه که در افزایش رشد جمعیت مؤثر بوده مهاجرت بین المللی است. در واقع جابجایی هایی که در اثر جنگ های گوناگون مثل جنگ هایی که در خاورمیانه یا کشورهای مسلمان گوناگون دیده شده، در بخش های از آفریقا جنگ های مدامی که وجود داره و گاهی اوقات هم یک جنگ های مثل همین جنگ الانی که در اوکراین میبینیم، این جنگ ها موجب یا بالاخره این درگیری های مدام مهاجرت های بین المللی رو افزایش میده، از کشورهای در حال جنگ یا از کشورهایی که یه مقدار از توسعه یافتگی ممکنه حتی عقبتر باشن به کشورهای آرامتر و توسعه یافته تر. و برای همین میبینیم که تعداد زیادی حتی ما مهاجر اقتصادی داریم از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته و اینها همه توی جریان پناهندگان قرار میگیرن. و در بین در سال 2010 تا 2020 ما چیزی حدود ورود بیشتر از 3 میلیون نفر رو از کشورهای خاورمیانه‌ای به کشورهای اروپا و آمریکای شمالی دیدیم که این موجب میشه که در واقع در یک سری از کشورها جمعیت به طور کاملا مصنوعی افزایش پیدا کنه. اما این افزایش جمعیتی که در اون کشورها ایجاد میشه با 1001 مشکل هم همراه هست: مشکلات اقتصادی برای کشورهای میزبان، مشکلات فرهنگی و به ویژه مشکل جذب نشدن افرادی که از کشورهای با سیستم عقیدتی کاملا متفاوت وارد کشورهای دیگه میشن، مثل مسلمانانی که از کشورهای مسلمان وارد کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی میشن و میخوان با اون شکل و شمایل‌های اسلامی خودشون و انجام دادن مراسم مذهبی خودشون در کشورهای میزبان زندگی کنن، که اکثرا مشکلات فرهنگی و اجتماعی بسیاری برای کشورهای میزبان درست میکنه. بنابراین این عواملی بود که معمولا در رشد اقتصاد، یعنی در رشد جمعیت جهان مؤثر بود که براتون گفتیم. حالا ببینیم چه راهکارهایی ما میتونیم برای کنترل رشد جمعیت در جهان داشته باشیم. به طور کلی میگن یکی از مهمترین کارهایی که باید برای رشد جمعیت بکنیم توانمندسازی زنان و دختران در کشورهایی است که زنان و دختران اختیار رو دارن که انتخاب بکنن که چه تعدادی بچه داشته باشن، یعنی نرخ باروری رو بتونن، میزان باروریشون رو تنظیم بکنن. و اینجور معمولا کشورها خب آزادی تحصیل و شغل گرفتن و استقلال اقتصادی و دسترسی در واقع آسانتری دارن به مراقبت‌های بهداشتی از نظر جسمی و از نظر باروری. میگه برای این کشورها خیلی مهمه به توانمندسازی زنان کمک بکنیم. این باز شامل کشورهای عقب مانده تر یا کشورهای توسعه نیافته تری مانند هندوستان یا پاکستان یا یه سری دیگه از کشورهای اسلامی یا کشورهای مثل آمریکای جنوبی و مرکزی که بسیاری از این باروری ها به صورت تجاوز و ناخواسته داره صورت میگیره نداره. در واقع منظور من اینه که
در کشورهای توانمندسازی زنان میتونه کمک بکنه به کنترل رشد باروری که زنان میتونن یه اعمال نظر و اعمال نفوذ و اعمال عقیده و اندیشه بکنن روی کنترل باروریشون. در جایی که نمیتونن، گفتم مثل کشورهای اسلامی یا هندوستان یا کشورهای آفریقایی که زنان واقعا هیچ نوع دسترسی ندارن به امکانات جلوگیری از باروری، یا از نظر عقیدتی و نفوذ مردسالاری و افکار اسلامی اجازه بهشون نمیدن جلوگیری از باروری بکنن، این مشکل به قوت خودش باقی میمونه. در بسیاری از کشورهای جهان، حتی کشورهایی که زنان میخوان خودشون کنترل باروری بکنن، پیشگیری از باروری و کنترل میزان باروریشون داشته باشن، امکانات پیشگیری از باروری وجود نداره. 200 میلیون زن ممکنه در کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی که ممنوعیت‌های مذهبی هم ممکنه نداشته باشن، حد دست کم ممنوعیت‌های اسلامی ندارن، متأسفانه به خاطر دسترسی نداشتن به روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری، گرون بودنشون یا پوشش بیمه‌ای که براش وجود نداره یا وضعیت اقتصادی شکننده و خرابی که دارن، نمیتونن این وسایل رو استفاده کنن در حالی که دلشون میخواد جلوگیری بکنن. و جالبه که در واقع نابرابری های جنسیتی در سراسر جهان تا همین امروز قرن 21 وجود داره که در بسیاری از کشورها مردها هستند که برای تعداد فرزندان دارن در خانواده تصمیم میگیرن، و این خب میگم در کشورهای اسلامی و در هندوستان و در آفریقا بیشتر به چشم میاد و بیشتر مصداق بارز داره. در واقع حالا یکی دیگه از شیوه هایی که میتونیم ما برای کنترل این وضعیت باروری افسار گسیخته در واقع یا نرخ رشد باروری کاهشش میتونیم استفاده بکنیم، اینه که موانع مذهبی رو تلاش بکنیم که به حاشیه برونیم. در ایران به عنوان مثال اون زمانی که سیستم بهیاری و پیشگیری بارداری رایگان رو دولت شروع کرد در دهه آخر پس از جنگ و در دهه 70، همه دهه 70 و نیمی از دهه 80 انجام میداد، تونست رشد جمعیت کشور رو به عدد 2 برسونه. ولی متاسفانه در بسیاری از کشورهای اسلامی و کشورهای مذهبی اصلا جلوگیری از بارداری رو دخالت در کار الله، خدا یا هر چیزی که این گونه باور دارن میدونن، و برای همین بعضی از کشورهای حتی خیلی خیلی کاتولیک مانند ایتالیا و پرتغال ممکنه که ببینین که مثلا مذهب کاتولیک اجازه نده برای جلوگیری از بارداری. ولی باز ببینید با وجودی که مذهب کاتولیک در کشور پرتغال و ایتالیا خیلی پررنگه و اجازه جلوگیری از باروری نمیده، به خاطر دیولوپیافتگی یا پیشرفتگی اون کشورها زنان صدا دارن برای کنترل باروریشون و خودشون از روش‌های پیشگیری از بارداری به صورت حتی عجیب خودشون که قرار بشه بخرن، میخرن و استفاده میکنن. از سوی دیگه آموزش و پرورش یکی از مهمترین راه‌هایی است که برای کنترل از بارداری‌های ناخواسته یا کلاً تنظیم خانواده در جهان استفاده میشه. ما باید این رو از آغاز به مردم یک کشور بیاموزیم از سنین کودکی که زاد و آوری مهمتر از این که خود زادآوری مهم باشه، نسلی که میخواد از اون زادآوری به جهان بیاد مهمن، که کی هستن و چه امکاناتی برای آموزش و پرورش و کیفیت زندگی اونها وجود داره. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه کودکان از تحصیل خارج میشن به خاطر اینکه باید کار بکنن یا امکان ادامه تحصیل براشون از نظر فقر مالی که حضور در مدرسه رو پول ندارن برای کتاب، برای کیف، برای لباس پدر و مادرهاشون متوقف میشه تحصیلشون، و بسیاری از دخترها
در سنین بسیار کم به همسری دیگران در میاد و کودک همسری در بسیاری از کشورها وجود داره. حتی بعضی از کشورهایی که در حال توسعه هستن ترجیح میدن دختراشون از سیستم تحصیل بیارن بیرون، باز حداقل پسراشون تا یک چند کلاسی سواددار بیشن یا حتی به دیپلم برسن، ولی دخترها رو زودتر از رده تحصیلی خارج میکنن. بنابراین این هم یکی از اون مشکلاتی است که باید آموزشی حل بشه و این نابرابری جنسیتی رو برطرف بکنن، زیرا اینکه همه فرزندان چه دختر و چه پسر باید امکانات آموزش و پرورش تا حد دبیرستان رو به طور اجباری داشته باشن و رایگان، و پس از اون هم اجازه تحصیل در هر رشته‌ای که میخوان در دانشگاه اگر که توانایی دارن بتونن وارد بشن. بنابراین این مهم آموزش بدیم که مهمتر از زادآوری اینه که فرزندی که میخواد در این جهان زندگی بکنه چه امکانات آینده‌ای براش وجود داره و چه اندازه راه برای خروج از این محرومیت‌ها در جامعه هست از طریق تحصیلات و از طریق شغل‌های مناسب‌تر پیدا کردن. دیده شده به طور کلی مطالعات نشون داده زنان آفریقایی بدون تحصیلات به طور متوسط 5.4 فرزند دارن، در حالی که زنان دوره متوسطه رو در آفریقا به پایان میرسونن 2.7 و کسانی که دانشگاه رو به پایان میرسونن 2.2. بنابراین وقتی که زنان تحصیل کرده تر میشن تعداد بچه ها کمتر میشه، خانواده ها کوچکتر میشه و این امر یعنی خانواده کوچکتر به تحصیل اشتغال و بهبود فرصت های اقتصادی نسل بعد کمک میکنه. بنابراین اینقدر مهمه آموزش و پرورش و فراهم کردن امکانات به اصطلاح تحصیلی برای فرزندان یک جامعه برای کاهش کنترل رشد جمعیت. از سوی دیگه اقدامات دولتی و اقدامات سیاسی و اقتصادی برای کاهش جمعیت در هر کشوری مهمه. اینکه هماهنگی وجود داشته باشه در دولت برای اشتغال زایی، فرصت‌های شغلی ایجاد کردن، برای اینکه حقوق و پاداش و درمان‌های بهداشتی مناسب برای همه مردم یک کشور بتونه اقتصاد یک کشور فراهم بکنه، سن و شرایط بازنشستگی مهمه، مراقبت ها و آموزش های پیش دبستانی مهمه، برنامه های تنظیم خانواده مهمه، حفظ و نگهداری استاندارد زندگی سالمندان مهمه، اولویت دادن برای هر کاری به خانواده های بی فرزند و تک فرزند یا حد اکثر 2، برای اینکه بتونن بگن که مثلا اگر وام میخواین تعداد بچه هاتون باید کم باشه، اگر میخواین مثلا این امکانات براتون فراهم شه باید خانواده کوچکتر باشه، و اینها یک سیاست های تشویقی است برای اینکه در جهان در کشورهای در حال توسعه زادآوری رو کاهش بده دولت در کشورهایی که داره جمعیت به صورت سرطانی و انفجاری افزایش پیدا میکنه. آموزش خانواده، تنظیم خانواده باید در درس‌های مدارس و دانشگاه ها گنجونده بشه، یعنی این آموزش مدام بسیار مهمه که مردم بیاموزند که ما برای هر چیزی در زندگیمون باید برنامه‌ریزی داشته باشیم، همون گونه که ما باید برای تحصیلاتمون از کودکی برنامه ریزی داشته باشیم، یک مادر و پدر برای فرزندشون برنامه ریزی داشته باشن، باید برای اشتغال، برای ازدواج، برای فرزند آوری، برای همه این مسائل در زندگی برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشت و این رو باید در مدارس به بچه ها بیاموزانیم. بعد اینکه از جلوی در واقع خانواده های پولیگامی یا چند همسری در جهان باید گرفته بشه. متاسفانه در کشورهای اسلامی ما این رو میبینیم که 4 عقدی و تعداد بیشمار زن صیغه‌ای در این کشورها وجود داره. حالا در کشورهایی که فرض کنید عرف اونقدر این رو نمیپذیره مانند ایران که اصلا فرهنگش با فرهنگ اسلامی 2 جداگانه هستند،
و مردم ایران واقعا پایبند و باورمند به اندیشه های اسلامی و سیستم اسلامی نیستند و میبینید که در زندگی هاشون هم از اون استفاده نمی کنند، سوای از ایران در بقیه در سایر کشورهای اسلامی شما میبینید، مثلا در عربستان، در امارات، در سوریه، در لیبی، در اردن، در خیلی از کشورهای دیگه اسلامی مردان چند همسر دارن و تعداد بسیار بچه، 10-15 بچه از 2 یا 3 یا 4 زن دارن. این بایستی در جهان ریشه‌کن بشه، یعنی چند همسری پدیده بسیار بسیار ویرانگری است، هم از نظر روحی و روانی برای خانواده ها مخربه، برای زنان احساس خشم، ناراحتی و رها شدگی، دور انداخته شدگی و بی عدالتی براشون ایجاد میکنه که من لابد خوب نیستم و در حق من ستم شده که زنهای دیگری روی من گرفته شدن، و هم از نظر فرزندان که دچار چه آسیب‌های روحی میشن فرزندان زنان گوناگون، از نظر اینکه بر چشم و همچشمی‌های گوناگون یا حسادت‌ها یا دعواها، جنگ‌های سر ارثیه و مهریه و امثال اینها در این گونه خانواده‌ها زیاده، هم اینکه اینهایی که درگیر هستند به تعداد زیاد بچه، خب مطمئناً رسیدگی و تربیت در اونها بسیار کاهش پیدا میکنه و افرادی که 10-15 بچه دارن هرگز هیچ پدری که 10-15 بچه داره نمیدونه بچه‌هاش دارن چه کار میکنن، چه کلاسی هستن، دارن درس میخونن یا نه، روابطشون، انسانسازی کلن در این خانواده ها از بین میره و کم اهمیت میشه، برای که اهمیت فقط به خورد و خوراک و لباسی تنشون بپوشونن، مدرسه بتونن آیا بفرستن آیا نفرستن، و در حد نیازهای پایه متوقف میشه، اگر تازه بتونه همون نیازهای پایه این تعداد رو تامین بکنن. بنابراین خیلی مهمه که این مسائل چند همسری، چند به اصطلاح پولیگامی یا خانواده های بسیار گسترده با تعداد فرزندان زیاد باید ریشه کن بشه در قرن 21 و در جهان مدرن. از سوی دیگه باید هر کشوری یک کمیته دائمی داشته باشه برای برنامه ریزی جمعیتی اون کشور، یعنی برای هر کشور مهمه که اهداف میان مدت و طولانی مدتی در زمینه رشد جمعیت خودشون داشته باشن، برای اینکه رشد بیروی جمعیت جلوی توسعه کشور رو میگیره، جلوی اجرای سیاست‌های ساخت و ساز، زیر ساخت سازی و گسترش و پیشرفت رو در یک کشور میگیره. کمیته های برنامه‌ریزی جمعیت در هر کشوری باید وجود داشته باشن، از کشورهای توسعه یافته تا کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای محرومتر، برای اینکه بتونن بررسی ها و پژوهش های میدانی بکنن، زیر ساخت ها رو اندازه بگیرن، در نظر بگیرن که چه کمبودهایی در یک جامعه هست، چه نیازهایی اون کشور داره، چه تعداد جمعیت رو میتونه بگنجونه از نظر امکانات شهری، اشتغال، مسکن، بیمه، درمان و بازنشستگی، و از نظر ساخت زیر ساخت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و پرورشی یک جامعه. بنابراین بسیار بسیار اهمیت داره که ما در کشورهای گوناگون در جهان امروز به مقوله رشد جمعیت توجه بسیار بسیار جدی داشته باشیم و همینطور بی رویه و روی آزمون و خطا و بدون بررسی تصمیم گیری نکنیم، برای اینکه الان ما باید جمعیت کشورمون رو افزایش بدیم، الان باید کاهش بدیم، حالا بیاین چون مثلا هر خانواده 2 تا بچه داره الان باید شروع کنیم به افزایش بیرویه جمعیت، بدون اینکه هیچ پژوهش بنیادینی شده باشه که آخه ما به چند تا بچه نیاز داریم، در چه اندازه زمانی، در چه باز به اصطلاح زمان بندی و جمعیتمون باید در مثلا 20 سال آینده چقدر باشه، امکانات کشور، امکانات اقتصادی در اندازه چقدر هست و چه اندازه جمعیت موجب میشه که ما بتونیم جهش های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیمون رو انجام بدیم. با نفسانه این مسائل متاسفانه همون جوری که خودتونم میبینید در ایران امروز اصلا نه بهش رسیدگی میشه، نه بررسی میشه و نه پژوهشی روش انجام میگیره.
متاسفانه با یک دولت ناکارآمد و بیکفایتی روبرو هستیم که همینجوری هر کس دلش میخواد از روی شکمش واقعا میاد یه حرفی رو توی رادیو و تلویزیون و این رسانه های جمعی میزنه. یه روز یه آخوند بالای یه منبر میگه باید 10 تا بچه بیاریم، یه روز تلویزیون میاد میگه که نمیدونم داریم 1 میلیون میدیم هر کس میخواد بچه جدیدی بیاره. آخه 1 میلیون تومان حتی یک کیسه نایلون خرید از سوپرمارکت که این روزا میشه 1 میلیون تومان در ایران. و آخه بر اساس چه پیش بینی، بر اساس چه بررسی آیا این عده افرادی که الان در ایران هستن، 400 هزار کودک کاری که در ایران بدون تحصیل، بدون مسکن، بدون بهداشت، بدون درمان، بدون تربیت، پرورش و زندگی و آینده‌ای که پیش روی اونها باشه برای 20 سال آیندهشون وجود نداره و رها شده هستند رو کسی تا حالا تونسته اینها رو جمع بکنه؟ اون دولتی که اینقدر تشویق میکنه به زادآوری آیا تونسته برای همین 400 هزار کودک تا امروز کاری انجام بده که دنبال افزایش جمعیت و نسل بیشتر و کودکان رها شده و گرسنه و بی سواد و بیمار بیشتری در جامعه باشه؟ اگر پرسشی داریم بانو خواهش میکنم بفرمایید، یا اگر نظری داریم. خواهش میکنم بانو آتون طبیعتاً یک حکومت نرمال، یک حکومتی که دغدغش امنیت و رفاه مردم کشورش هست به این مسائل هم توجه میکنه و اصلا براش مهمه، نه یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی که نه دغدغه ملت رو داره، نه اصلا براش مهمه که مردم اون کشور به چه شکلی دارن زندگی میکنن، که همه دارن یک صدا، اگر نه اینکه همه 100% جمعیت، ولی مطمئنن 90% از جمعیت ایران مخالف جمهوری اسلامی هستن، مخالف سیاست هاش هستن، چه داخلی چه خارجی. ولی خب متاسفانه داریم میبینیم که این حکومت حالا از کجا سپورت میشه، چه دست هایی دارن برای نگه داشتن این حکومت همچنان تو ایران تلاش میکنن. حکومتی مثل جمهوری اسلامی رو ما اصلا نباید ازش توقع داشته باشیم که به فکر آینده ملت باشه، به غیر از اینکه تنها و تنها به فکر سرنگونی این حکومت، در صورت سرنگونی این حکومتی که ما میتونیم برای آینده چه آموزش پرورش، نمیدونم رفاه، امنیت، از هر نظر میتونیم برنامه ریزی داشته باشیم. وگرنه این حکومت تکلیفش روشنه، اصلا اینها نمیدونن که رشد جمعیت یعنی چی، یک جمعیت یک کشور چه میزانی باید باشه، چقدر منابع دارن، چقدر نمیدونم دانشجو، دانش آموز، همه میبینه که همه چی رو فله‌ای، همونطوری که رئیس جمهورمون فله‌ای، همونطوری که رهبرمون به همین شکل بوده، یک مش آدمی که دست راست چپشون رو تشخیص نمیدن از نظر سواد شدن همه کاره مملکتی، که اینم اوضاعشه. نه فقط 400 هزار کودک کاری که شما اشاره کردید، اکثر خانواده های ایران الان درگیر این مشکلات هستن، هم مسکن، هم خوراک، حتی خوراک روزانه رو دارن با اینکه چجوری بتونن امروزشون رو فردا کنن دست به چی میگن، درگیر این مسائل هستن. به خاطر همین ما نمیتونیم از این همچین حکومتی توقع داشته باشیم که اساسا این مسائل براش اهمیت داشته باشه یا اصلا اولویت داشته باشه. حکومت نه فقط دولتی که الان سر کار، که اصل و تمامیت این حکومت بر علیه مردم ایرانه و تمامیت ارضی ایرانه. قبل از همه این بحث ها ما باید فکر کنیم به یه فکر اساسی برای سرنگونی جمهوری اسلامی بود. در خدمتتون. کاملا درست میگین بانو افسانه. ببینین، در یکی از مهمترین عواملی که تفاوت ایجاد میکنه بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، این پایه به اصطلاح اویدنس بیس بودن همه چیزه. یعنی هر کاری که در کشورهای توسعه یافته میخوان بکنن پژوهشی روش میشه، یعنی اینکه میان میرن آمار، ارقام و مدارک رو برمیدارن برای اینکه همه چیز رو اینها ثبت و ضبط میکنن، از تعداد مثلا کارمندهایی که در هر جا هست، از انواع اقسام آمارهای گوناگونی که دارن، مثلا در بخش خصوصی تعداد اشتغال زنان چند درصد، اشتغال مردان، افراد تحت پوشش بیمه های گوناگون، هر کدوم
کدوم چند درصدن، میزان اشتغال زایی در اجتماع چند درصده، و مثلا کودکانی که در این سنین، بین این سنین تا این سنین در من گوشه گوشه کشور هستن، ببینن چند درصد اینها توی مدارس هستن، چند درصد نیستن، چه تعدادشون دخترها تو مدارس هستن، چه تعدادی پسرها دارن درس ها. یعنی برای همه چیز شما باید اطلاعات درست و آماری و دقیق داشته باشید تا بتونید یک کشور رو بر مبنای آمار، اطلاعات، ارقام دانشی ببرید جلو. تفاوت کشورهای در حال توسعه اینه که هیچ کدومشون دیتابیس یا منابع اطلاعات کلاسیفاید و ارگانایز ندارن و همه کارا هر دنبیل به اصطلاح انجام میشه. یعنی کشور روی سیستم بی پایه میگذره. همینجوری میان میگن که خب حالا در این سال جاری اینقدر آدم تو مدارس ثبت نام کرد، در حالی که اینا باید شما به دقت بدونین در هر استان کشور شما چند دانش آموز ابتدایی دارید، چند دانش آموز راهنمایی دارید، چقدرشون توی مدارس دولتی هن، چقدر تو مدارس خصوصی هن، چند درصد اینا دخترن، چند درصد پسرن، چه سطح خانوادگی هر کدوم این بچه ها دارن، چند درصد چون بچه کارگرن، چند درصد چون بچه پدر و مادرهایی هستن که ممکن تحصیلات بالاتر داشته باشن، چه تعداد چون در چه خونه های زندگی میکنن. شما باید اطلاعات کامل راجع به همه ارکان یک کشور داشته باشید. حالا میگم از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، از نظر تمام اطلاعاتی که برای گرداندن یک کشور در بخش‌های مختلف، چون شما آموزش و پرورش، خب وزارت آموزش پرورش داره اون قسمت رو میگردونه، راهسازی و جاده سازی باید یه قسمت دیگر رو بگردونه. ولی متاسفانه ما این رو میبینیم هم در ایران هم در تمام این کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته، مثل کشورهای آفریقایی یا کشورهای دیگه که خب در منطقه خاورمیانه نظایر اونا رو زیاد میبینیم، و یا بالاخره در کشورهایی که مثلا در آمریکای جنوبی، اونایی که بدبختر هستن، در آمریکای مرکزی به ویژه کشورهای بدبختر و بیچاره‌تر و با تورم‌های خیلی بالا هستن، میبینیم این کشورها هیچ بررسی اساسی و درستی تو دستشون نیست. و شما وقتی اطلاعات درست نداشته باشید هیچ برنامه‌ریزی درستی نمیتونید بکنید، چون برنامه‌ریزی شما باید بر مبنای یک سری اطلاعات پایه قرار بگیره و این حکومت از هیچ چیزی هیچ اطلاعات درستی نداره، همون گونه که هیچ اطلاعات درستی جمع نمی کنن درباره ریز ترین مسائل مثلا اجتماع، اقتصاد و زندگی مردم در ایران، در مورد مسائل کلان هم نمیتونن برنامه‌ریزی درستی بکنن، برای اینکه اینها هیچ کارشون بر مبنای دانش نیست. ادای اونو در میارن، ادای این که ما داریم میبر همه آماراشون رو که میریم بررسی میکنین آمارهای دروغ و دغل و بیپایه میدن. از کجا این آدم متوجه میشه؟ هر یک نفری که در دولت جمهوری اسلامی میاد یک صحبتی میکنه، حالا فرقی نمیکنه، از ارتش شما بگیرید تا قوه مقننش، تا نمیدونم مجریش، تا نمیدونم راهسازی و جاده سازیش، تا امور مثلا نمیدونم آموزش و پرورشش، تا واکسیناسیون و بهداشت درمانش، هر آماری میان میدن کاملا غیر عادی و دروغه. یعنی انقدر پرت و پلاس آمارا و سخنانی که میگن کاملا معلومه اینها حتی یک بررسی کوتاه و کوچک و پایه از هیچ چیزی ندارن تو دستشون، برای که آمار و ارقامی که میدن خیلی پرته. وقتی یکی میاد مثلا یهو میگه که 80 درصد ایرانی ها اینجوری، 80 درصد مثلا بودجه مملکت اونجوری، آخه شما هیچ وقت همچین چیزی رو نمیتونید بگید بر مبنای معیارهای جهانی. و این یکی از بزرگترین مشکلاتی است که ایران با این حکومت جمهوری اسلامی دست به گریبان باهاش. یعنی کشوری که تمام اطلاعاتی که از دولت داره به مردم میده دروغ و غلط و بیپایه است، تو هوا هر کس دلش میخواد میاد یک عددی رو همینجوری میپرونه و کاملا از ریاضی حتی میشه به شما ثابت کرد که این اعداد
دروغه و اصلا امکان نداره همچین چیزی در بیاد، مثل آمارهایی که راجب انتخاباتشون میدن، آمارهایی که راجب مسائل اقتصادی و مالیشون میدن، تمام اینها دروغ و بیپایت. بنابراین از چنین دولتهایی انتظار نداشته باشید که کشور رو مثل کشورهای توسعه یافته بتونن اداره بکنن و اصلا کشور رو به اون سو حرکت بدن، به اون سو برسونن یا برنامه ریزی بکنن. و برای همینم هم هست که در تمام سیستم‌هایی که تو کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته می‌بینید در هم و برهمی و بلا تکلیفی و به اصطلاح شیر تو شیری شما می‌بینید. هیچ چیزی سر جای خودش نیست، هیچ کاری درست انجام نمیشه، هیچ برنامه‌ای اونجوری که باید پیاده نمیشه، هیچ زیرساخت درست حسابی ساخته نمیشه. هرچی میسازن بی بررسی، اتوبان میسازن راه ها اشتباس، جاده سازی میکنن فروکش میکنه، پل ها میریزه، ساختمون ها خراب میشه. یعنی اینها نشون میده که شما نه تنها فساد گسترده در این دولت ها دارید، بلکه اصلا این کشورها با پایه دانش، اطلاعات، آمار و ریاضی و گردوندن کشور بر مبنای اینها بیگانه هستند. و برای همین هست که هیچ چیزی هرگز تا این حکومت ها هستن درست کار نمی کنه. در کشور جهان سومی مانند هندوستان بسیار بسیار بدبخته، با این همه که تو بوق و کرنا می زنن، بزرگترین جمعیت دموکراسی جهان رو هندوستان داره. 1.5 میلیارد جمعیت در دموکراسی، بزرگترین دموکراسی دنیا زندگی می کنن و همه پابرهنه و همه گرسنه و همه ژولیده و همه آب آشامیدنی سالم ندارن و همه تو بدبختی دارن دست و پا میزنن و جمعیت داره مثل قارچ همینجوری از زمین آدم میرویه و به هیچ جا هم نمیرسن، در حالی که همون چین کمونیست یا همون کره شمالی کمونیست با اون همه که این غرب بر بوق و کرنا میکوبن که اینا دیکتاتورن، اینها نمیدونم دموکراسی ندارن، دموکراتیک نیستن، ولی یک نفر در کره شمالی لخت کنار خیابون نمیفته بمیره. همه خونه دارن، مسکن دارن، بیمه دارن، درمان دارن و پوشش دارن و نمیدونم خوراک دارن و وسایل حمل و نقل عمومی حداقل در اختیارشون هست و یک کشوری که حداقل تصاویرش حتی اگر که توش نگاه میکنید به نظر میرسه که کشوری است که حالا مثلا خیلی عقب مانده تر از کشور مثلا چین ممکنه حتی باشه، ولی از اون کشوری که به اصطلاح اسمش هست دموکراتیک، بسیار بسیار مردمش در لول انسانی تری دارن زندگی میکنن. منظور من اینه که حواسمون جمع باشه، کشورهایی که میبینید هرگز از روی خاک بلند نمیشن، کشورهایی که حتی اسمشون خیلی دمپرکن دموکراسی توشون وجود داره، مردم آزادن، مردم هر کاری میخوان همه نظراتشون رو میدن، همه کارشون میکنن، ولی میبینید که اینها ضامن خوشبختی یک کشور، ضامن توسعه یافتگی یک کشور و ضامن پیشرفت شدن یک کشور نیست. کشور بایستی در مبنای خیر همگانی، خرد و دادگری و دادگستری اداره بشه و کشور باید هیچ نوع سیستم راندخاری، دزدی، فساد و در واقع درهم و برهمی در سیستم کشورداریش وجود نداشته باشه. اتفاقی که ما در امروزمون داره میفته، 44 ساله در ایران اتفاق افتاده و دائم این مردم واقعا مصیبت زده ایران جونشون، مالشون، زندگیشون، همه چیشون انگار که بر روی آب داره میره. نه خونهشون امنه، نه وسیله نقلیهشون ایمنه، نه سیستمی که دارن توش زندگی میکنن. حتی وقتی شما تو خیابون را میرید هیچ ایمنی ندارید، تا موقعی که به خونتون برمیگردید نمیدونید آیا ممکنه یه باتون به سرتون بخوره، یا ممکنه ماشین زیرتون بگیره، یا ممکنه ماشین خودتون بهتره که شما رو بکشه. از اونجا که از زمین و آسمون یک کشوری که هیچ بنیان دانشی و به اصطلاح علمی و درستی نداره، همه چیز در هم بر همه و هیچ کس هیچ جوری در امنیت و آرامش و خوشبختی زندگی نمی کنه. این مصیبتی است که ما ملت باید خودمون
مایی که دیگه چیزی واقعا تو اون کشور برای از دست دادن نمونده، از فرزندانمون که عزیزترین کسانمون هست رو از ما گرفتن و هر روزه دارن میگیرن، تا خونه هامون، زندگی هامون، شغل هامون، امنیتمون، آزادی هامون و هر آنچه که ثروت ملی ما هست و آینده نسل های آیندمون هست رو دارن به یغما میبرن. و اینها درست نخواهد شد مگر اینکه یک روزی ما این ملت به نتیجه برسیم که با 5000 و 10000 و 100000 نفر در خیابان ریختن چیزی عوض نمیشه، مگر که میلیون ها همه این کشور به پا خیزن و پیش از اینکه باقی مانده این مام میهن از دست بره و باقی مانده جان فرزندانمون رو از دست بدیم و ازمون بگیرن، بتونیم یک اقدام اساسی بکنیم و این همه ستم و ستمگر رو سرنگون کنیم در اون کشور. کاملا موافقم مانو آرتمیس. با امید اینکه ملت ما بیش از این آگاه بشن، فریب خواسته های کوچیک کوچیک رو نخورن که افرادی حالا تحت نظر خود اتاق فکر جمهوری اسلامی دارن مردم رو بازم فریب میدن و متاسفانه بازم مردم درگیر بازی این افراد میشن. با اصلاحاتی قرار نیست انجام بگیره، چون اساسا یک جنازه‌ای که بوی تعفنش همه جا رو گرفته و قابل زنده کردن دیگه نیستش، نمیشه ازش انتظار داشت که بلند شه، زنده شه و یه کار اساسی انجام بده. جمهوری اسلامی هم دقیقا این همون جنازه‌ایه که مرده، پوسیده و گندش همه ایران رو گرفته. ما نه دنبال اصلاح هستیم، نه دنبال این هستیم که حالا فقط نه دنبال اینه که زن و مرد رو از هم جدا کنیم. انقلاب زنانه که الان مد شده، میگن انقلاب زنانه. مگه مسجد امیرالمومنینه که زنون مردونش بکنن؟ انقلاب یعنی که همه افراد یک جامعه، چه زن چه مرد، تمام کسانی که به این نتیجه رسیدن و به این آگاهی و باور رسیدن که حکومتی که داره حاکمیت میکنه فاسد و غیر قابل اصلاح، بلند شن و اون حکومت رو به زیر بکشن. وگرنه ما با این یواشکی ها و ببخشید سر نمیدونم مدنی مبارزات مدنی، مبارزات مسالمت‌آمیز، درست اعتصابات و اعتراضات میلیونی و سراسری اون اصلا بحثی جداست، اما آزاده. ببین زن ایرانی امروز مشکلش با اگر جمهوری اسلامی باشه، من حتی اگر حجاب نداشته باشم، من زن ایرانی چیزی عوض نمیشه، دوا نمیشه، مگر اینکه کلیت نظام جمهوری اسلامی سرنگون بشه تا ایرانی بتونه یک بار دیگه مثل انسان زندگی کنه. وگرنه اگر بخوایم دوباره فریب بخوریم، فریب دام‌هاشون رو بخوریم، فریب توده‌هاشون رو بخوریم، همون آشه و همون کاسه. با امید آگاهی و آگاهی و آگاهی ملت ایران. کاملا درست فرمایید بانو. به ویژه اینکه ما باید اصلا از مسئله جنسیت عبور کنیم. ما هممون باید نخست در نظر بگیم ما همه انسانیم، مهم نیست زنیم، مردیم، بچه‌ایم، بزرگیم، نمیدونم پیریم، جوانیم، اول که انسان هستیم و باید حقوق اولیه انسانی هممون، همه انسان‌ها، از پیر و جوان و ریز و درشت، باید در برابر قانون یکسان باشیم و بایستی حقوق اولیه انسانیمون بهمون داده بشه. با برداشتن یک تکه لچک از سر، زن ایرانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی زیر حکومت اسلامی هرگز هیچ حقوق انسانی پیدا نخواهد کرد، نه حقوق برابر، اصلا هیچ نوع حقوق انسانی پیدا نخواهد کرد. و برای همین هم یک راه بیشتر ما نداریم و اون که ایران رو از دست کسانی که تصرف کردن، کشور ما رو گروگان گرفتن با 80 میلیون انسان ایرانی در درون این کشور برای 44 سال، ما باید این کشور رو از این گروگانگیری طولانی مدت چند دهه‌ای برهانیم تا بتونیم راه به سوی آبادی و آزادگی و سازندگی آینده ایران و نسل‌های بعدی ببریم. کاملا درسته و همینطور راه نیافتادن دنبال تفکر 57. 57 یک بار ایران رو به نابودی کشوندن که همه ما شاهد هستیم و داریم میبینیم که به چه مصیبت کده‌ای تبدیل کردن ایران عزیزمون رو. باید از نو همه چی رو بسازیم و فقط و خواهیم ساخت.
و و خواهیم طبیعتا ملت ایران اولین بار نیست، جمهوری اسلامی اولین حکومتی نیست در کل تاریخ ایران که ایران رو به اینقدر به روز سیاه نشونده، منتها باید آخرین حکومتی باشه که دیگه دقیقا این کشور با خودش دیده، چون سیاه ترین دوران و اولیش نیست اما سیاه ترین دوران رو برای مردم ایران رقم زد، چون میبینیم که همه جوره مردم ایران دچار افسردگی، فقر، فلاکت، بدبختی و هر جوری که بخوایم حساب کنیم ایران رو به قهقرا بردن. و کاملا اینجا هم جا داره که بگیم ما از تمام این تفکر 57 اصلاح طلبی، اصولگرایی، یواشکی، حجاب تو بردار، اینو بذار، ما مخالف حجابیم اما مخالف اول مخالف جمهوری اسلامی و خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستیم، بعد در مورد بقیه حق و حقوقمون تصمیم میگیریم. سپاس از حضورتون. بار آرتمیس، امید آزادی ایران، جاوید شاه، پاینده ایران یک باش. سپاس از شما، پاینده ایران.